شروعی؟ خب دیگه مثل این که دوتا چیز خوردیم به هم دیگه تو اوج بدنسازی و بعد اصلا خوابت نمیاد؟ هم خوابم همیازه رو که کشیدی هم خوابم میاد، همین که خوابم نمیدنم داره میپرونه، ولی تو یهو خیلی گنده تر از اون بس هم فکر نمیگردی اینقدر گنده باشم. نه تو هر خبریه، یعنی قراره مثلا بری مسابقه بابا چه خبره آخه، یهو همینجوری دنده میدن به آدم دیگه. نه من اینجوری نیستم، مثلا استروید اینا هم که مصرف نمی کنم، فقط با وعده های غذایی زیاد سر ورزشون. خواب بد که حالا نه اونقدر، 8 ساعت 10 ساعت همون نخواب من روزم شروع نمیشه. ولی دوربین چیزی گفتی؟ نه پشت دوربین گفتم بد تایم میخوابم، نگفتم کم میخوابم. نه مثلا 4 صبح میخوابی ولی 8 ساعت تو میخوابی. آره حتی بیشتر شد، هرچی دیرتر میخوابم بیشتر میخوابم. چرا 4 صبح بخوابی 8 ساعت تو بخوابی بده، ولی مثلا 12 شب بخوابی 8 ساعت بخوابی؟ خود حالا فکر کردی میگن آقا نه بگم درستش اینه که تو دنبال زیر بغل مالی توی همه مپس رو آره خب باید بگردی شاید پیدا شد، پیدا کنی حال میده. ولی ببین من این مدلی هم واقعیت روتین ورزشم به روتین موزیکم نمیخوره اصلا، هیچ مدله میدونی چی میگم؟ خب همون ببین یه دوتا مپس جدا و بی ربطن. آره خب همه یه کاری که رپر میکنه رو نمیکنه. نمیکنه دارم موضوعش اصلا بشین مراسم تو هم دیگه اصلا تازه شروع شد. بعد مسئله ای که هست بچه هم تعجبشون همینه که چیکار میگوینی، یعنی حاجی من واقعا 7-8 وعده غذا میخورم. آخه باید اینجوری باشه. ببین من یه تایمی که مثلا خیلی دیگه جدی بود و اینا، الان جدیه ولی اونقدر این که وعده غذا باشه، مثلا اینجوری بود که تو 1 ساعت یه بار یه چیزی به بدن میرسه، یه چیزی باید بخوری، یا سیب زمینیه یا میوه، یا برنج و فیله. حالا میوه که برای شکم خیلی اوکی نیست. موز حالا مثلا باحاله دیگه. نه 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 منظورم برای ابزو اینا. آره چربی روی شکم میاره برات دیگه، شکمت سلولیتی میشه به قول بچه‌ها. حالا زیاد اگه بزنی آره، ولی خب من کلا دیگه بیخیال قدیم قبل از اینکه یعنی شروع کنم ورزش، خب من شکمم تخت بوده همون اول. تو استعدادش هم داشتی یعنی؟ حالا ولی این مدلی بودم که شکمم تخت بود، زیر شکم نشم. وقتی باشگاه رو شروع کردم به نسبت وعده‌های زیادی که می‌خورم خب زیر شکم میاری طبیعیه توی حجم. چقدر باید چند روز باشگاه میری؟ چی؟ چند روز در هفته باشگاه میری؟ سوالم درست بود؟ چهار؟ چند روز باشگاه میری؟ آره دیگه نه دیگه چند روز در هفته چند روز در هفته شب باید باشه؟ آره امرو اومده نسازه چهار الا 5 روز دیگه، بعضی موقع هم 2 روز کامل بی برنامه. آره علی برنامه. آره کاملا، یعنی میلاد که دیگه کارت بزنی از دست من خونش در نمیاد، ولی رعایت میکنی ها. الان مثلا امروز من حواسم بهت هست، اوکی بودی امروز اون مقابلشو دیدی؟ خب یعنی چه مثلا عدا داشتی در میابردی؟ شاید بازیگر خوبیم. خب آخه برای من که نمیدن در بیاد، به فکر خودت باشی دیگه. نه به فکر خودم هستم، ولی یه سری مثلا امروز اگه ممکن بود یهو بری پیتزا سفارش بدی یا میخوری مثلا فاست فود تو بعدای غذایم هست. مربی گفتی کیه؟ میلاد. نه اون به هم بعد غذایی نداده، یعنی این مدلی هم نبوده که برو فاست فود بخور، ولی من رعایت نمی کنم به خاطر اینکه اصلا نمیشه. دارم میگم روتین یه رپر نمیخوره به یه کسی که ورزش کنه. جواب داده رعایت نکردنت. چاکریم از شانسم بوده شاید از تو دارم بگاه میرم. نه دیگه تو هم میرسی به خود پیتزا و فلان باحاله. پیتزا باحاله. خب بعد ببینم مخلفات دیگه چی؟ یعنی چی؟ مشروبینا هست. شوخی میکنم با اونم هست. هست تو روتین. تو روتین که نه حالا مثلا من خودم مثلا آخر هفته مشروب نخوردم. نه آخر هفته هم میخورم. خب ایزی. بعد آره دیگه درست سرمیاد. نمیدونم چیکارت کنم. بذار بریم سراغ موضوع بعدی. نه حاجی آخه از اون ورم دهنم سرویس میشه، یعنی من میرم تو باشگاه، بچه‌هایی که دارن خب 1 سال دارن میرم یه باشگاه و بچه‌ها دارن میبینن مدل ورزش کردن. یه اتفاقی افتاد که باشگاه جدی شد یا همیشه مثلا؟ نه تو ذهنم بود، تو ذهنم بود، همیشه هم جسه گریخته بوده تو زندگیم این ورزش، از دوران بچگی که فوتبال بود، حالا به نسبت هم محله‌ای و بعدش یه تیم توی شهرمون بازی میکردیم اون خیلی نوجوانان. بعدش جونم برای بگی که اومدم تهران یه مدت ریدم تو بدن کامل. آره بعد دیگه دیدم اصلا زندگیم با حال نیست اونجوری که دلم میخواد نیست. بعد همیشه کرخ بود بدنم،
چیز افسردگی و فلان و دپرشن و... که نه میلاد بزن. میلاد آرایشگرم هم هست، یعنی آرایشگرم و مربی باشگاه یه نفره و من جواب چهار فرانسه. آره من خب ده نزدیک 17-18 سال تجربه بدنسازی داره و به خاطر اینکه آسیب دید نتونست ادامه بده بدنسازی رو. بعد این مدلی بود که میلاد اومد، خب من خیلی به خاطر اینکه خیلی به سر و روم میرسم خیلی مثلا هفته دوبار میرم آرایشگاه، بعد سر همونم هفته یه بار میرم من رو رنده کردن انقدر میگن نه هفته دوبار، من هفته یه بار مثلا موزیک ویدیو دارم هفته دو سه بار میرم آرایشگاه، یه بار برای پاکسازی برای فلان فلان. آره میرسم چون برای اینکه تو تصویرم کاملا میزنه بیرون اگه نرسم. بعد ما هم کارمون یه جوریه که فیسمون خیلی آره توی مدیا هست، برای همین میرسم که هم بشاش باشه. چون از اون بر نمیشه مشروب رو داشته باشی، بعد از اون بر فست فود رو داشته باشی و قیافه نیفته. آره از اون بر هم باید ورزش رو خیلی سنگین داشته باشی که جبران اون خسارتی که میزنی به بدنت باشه. به نظرم فکر میکنی چند درصد رپ فارسی اون کاری رو دارن، اون چیزی که نیستن رو دارن تو موزیکشون میگن؟ خیلی. تو جزو این کاتگوری حساب میشی؟ اگه چی؟ میگی مثلا من لایف استایلم خیلی سلامته خب، ولی توی موزیکت بیای یه چیز دیگر رو. من راجع به مواد مخدر هیچ وقت صحبت نکردم تو آهنگا، و اگه صحبت کردم استفاده کردم اون بازه از زمان زندگی. ولی... و من آدمی نیستم که اعتیاد داشته باشم، اصلا به هیچ چیزی اعتیاد ندارم، نه به ورزش، نه به مواد مخدر، نه به مشروب، نه به فست فود اعتیاد ندارم، به هیچ چیزی اعتیاد ندارم. من فقط به خواب اعتیاد دارم. تو راحت میتونی ول کنی بری؟ آره راحت میتونم. الان بگو فردا باشگاه نرو مثلا حال نمی کنم بری باشگاه، یهو مثلا خودم به خودم میگم حال نمی کنم دیگه بری باشگاه، دیگه باشگاه نمیرم، حال نمی کنم دیگه مشروب بخوری نمی کنم. من واقعا مثلا تایمی که اومده بودم تهران اوایل فکر کنم نزدیک به 7 ماه 8 ماه مشروب نخوردم یهو. بعد من آدمی بودم که تو بندر زندگیم الکلی بود، مثلا تو هفته 6 روزش 5 روزش مشروب. یه دیالوگی از مال فیلم هیته فکر کنم اینو خیلی قبول داری، میگه که don't let yourself get attached to anything you are not willing to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around a corner. همین الان همه چیمو ازم بگیر، فیم همه چیمو ازم بگیر غیر از زنم، چون واقعا یه آدمیه که باشه کنارم از صفر که هیچم منفی دو هم میسازم باهاش، چون از همون اولم این مدلی بود، آدم کناریم بود، همیشه ساپورت هم کرد. این تجربه اصلا میخواستم راجبش بپرسم. تجربه چی؟ ازدواج؟ حالا ازدواج زندگی مشترک. زندگی مشترک. ببین تو یه مسیری رو طی کردی که از ابتدای اون مسیر پارتنر تو کنارت بوده. آره. یعنی یه جورایی صفر همدیگه رو دیدین. آره. بعد با همدیگه روش کردین. این تجربه به نظر من خیلی خفنه، یعنی یه چیزیه که مثلا دارم بهت میگم اگه یه آدمی یهو معروف بشه همیشه یه توهم ذهنی داره که نکنه این پارتنره به خاطر موقعیت کاری من با منه، میدونی چی میگم، یا به خاطر فیم من یا به خاطر پول من ولی هست. برای شما اینجوریه که اصلا نه با هم، یعنی این آره. اتفاقو میدونی و به نظرم یکی از بالاترین تجربه‌ای که یکی میتونه داشته باشه. آره به نظر منم واقعا خیلی تجربه شیرینی بود، چون من یه جا از زندگیم که خب با پریا بریکاپ بودیم کلا نبودیم با هم، خب پیش میاد تو هر رابطه جدی و حالا سطحی این قضیه هست که یه مدت فکر توهم اینو داری که با این آدم نمیتونی بسازی و تصمیم جفتتون بر این میشه که نباشین، و این مدلی بود که با هم دیگه یعنی هیچ کاری نداشتیم. بعد من به نسبت هر آدمی که میدیدم بی‌اعتماد بودم، چه مرد چه زن چه همکار چه پرودوسر، بی‌اعتماد کامل، یعنی اعتمادمو کامل از دست داده بودم. یعنی می اومدم توی اون بازه زمانی اگه منو میدیدی با هم دیگه صحبت میکردی یه جوری باهات صحبت میکردم که فردا نبینمت. یعنی رندوم آدمت، مثلا یه آدمی که مثلا یه هفته است مثلا با هم داریم حرف میزنیم رفیق تورگی، ولی یهو مثلا میبینیم هم دیگه رو، من یه جوری باهات رفتار میکردم که، یا ناخودآگاه یه جوری باهات رفتار میکردم که دیگه منو نبینی، چون حوصله آدم جدید نداشتم، چون اعتماد نمی کردم. دیروز ازدواجت خب فرداش فرق داشت؟ یعنی واقعا آجی من یک سال قبل از ازدواجم با یک سال بعد از ازدواجم هیچ فرقی نداره. برای میگن اصلا ربطی به این نداره، یعنی من بس که دوستام که اصلا ازدواج کردن گفتم اکثرشون این مدلی ان که اصلا تو وقتی ازدواج میکنی ناخودآگاه تغییر میکنه، ولی تو میگی اصلا همش ناخودآگاه تغییر میکنه، میگن به نظر من اشتباهه، جدی تر میشه، شاید تلقینه. نه
برای من اینجوری نبود اصلا. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه خب من و پریا با هم اومدیم تهران یه تایمیو، بعد با هم گذروندیم یه سری مسائل و یه سری چاله چوده‌های زندگیمونو، واسه این مدلی بودیم که با هم داشتیم انگار زندگی میکردیم از قبلش، میدونی؟ بعد برام اینجوری نبود که پریا الان باشه جدی بشه ازدواج کنیم الان همه چی عوض میشه، نه. حتی مثلا خیلی هم رندوم بود تصمیمی که گرفتیم مراسم داشته باشیم و این قضیه جدی بشه. واقعا یهو مثلا لحظه آره یهو به پریا گفتم که مثلا نمیخوای جدی کنیم این قضیه رو برای خانواده ها، چون میدونن دیگه نمیخوای آره. جدی کنیم فشار مثلا خانواده و حالا حرفایی که میشنون هست دیگه توی آره. فرهنگ ما نمیخوای کمتر بشه. بعد گفت که من اوکی ام، گفتم منم اوکی ام، رفتیم بیامرون گرفتیم مراسمو تموم شد اومدیم تهران تو خونم. باز اونورم اوکی بود مثلا بشه یه رپر و فلان و اینا وارد اون بازیه نشدی که یه وقت چطور رپ مثلا ممکنه نمیدونم یه خانواده اگه تفکرش سنتی باشه این مدلی باشه نه که... اصلا من با بابای پریا اولین باری که همدیگه رو دیدیم با همدیگه دعوا داشتیم، اولین برخورد من و بابای پریا دعوا بود واقعا. آره رفتم در آیفون خونه شون رو زدم، مچ منو پریا رو گرفته بود تو خیابون، پریا رفت خونه. اینا همیشه خجالت میکشم بعد اون قضیه که با هم آشنا شدیم، ولی ازش هم خیلی معذرت خواهی کردم بابت این قضیه. دیدیم همو این مدلی بود که چجوری هم دیگر رو دیدیم. پریا رفت بالا گریه، زنگ زد به من که برو مثلا بابام عصبانی، زنگ در خونه رو من رفتم زدم بگو دخترت بیاد پایین تا نبینم گریهش بند اومده نمیرم. من فکر کنم مثلا همون شد که اعتماد کرد، گفت این کله خره قفس زندگی برمیاد دیگه اینقدر جدیه. آره یه ساید اون مده آجی آره. اومد در حد این که مثلا گلاویز بشیم و نزدیک به گلاویز شدن بودیم با هم دیگه. بعد این مدلی شد، الان این مدلیه که میرم بنده مثلا بابه پریا میاد با هم میریم پیش رفیقان، با هم میشینیم مثلا خوشگذرونی همون با هم شده. میگن اصلا رابطه هایی که دعوا شروع میشه آره همیشه همین بوده آره. بعد اصلا همدیگه رو بعد از اون قضیه اولین بار که دیدیم بابه پریا اول معذرت خواهی کرد که من شرمنده شدم، گفت که من معذرت میخوام اون رو صدامو برات بردم بالا. بعد من گفتم بابا این چه کاریه، من به کار اشتباه من کردم، من باید اول معذرت خواهی کنم. اصلا حل شد آره. بعد میگم دفعه دومی که هم دیگه رو دیدیم این مکالمه رو داشته باش، دو روز بعدش ما تو شمال داشتیم تو اسخ آبجو میخوردیم. دو روز بعد از این قضیه. بعد این مدلیه که مثلا روزی مثلا یه بار زنگ نزنیم به هم دیگه، پی ام میده به ام واتساپ چه خبر بابا چیکار میکنی مثلا آلبوم در چه حاله، همیشه هم ساپورت داره رو موزیک. توی مراسم خواستگاری هم این مدلی بودم که مثلا نشسته بودین نه کارت چیه چقدر در میاری، گفت تنها داری از بچه بندر عباس رفته تهران داره تو منطقه یک زندگی میکنه و پس خودش بر اومده. منم دخترم مشکلی نداره. خیلی برای من ایزی بود این قضیه و دمشون گرم. اگه این دیدو نداشتن کار من شاید خیلی سخت‌تر بود، ولی آره، خب دیده بودم میدونستم آره واقعیتش از بابت خانواده پارتنرم منظورته آره واقعا شانس آورده آره. یعنی اگه این مامان پریه که خیلی ساپورتیه، یعنی یه جایی میبینه من خب طبیعیه برای یه آرتیست توی مثلا تولید اثرش یه تایمی افسرده میشه، جنگ اعصاب داره با خودش تو خودش به همه. مامان پریا زنگ میزنه به من میگه چه خبر، مثلا 40 دقیقه میشینه با هم حرف میزنه. مامانم هم همینجوره، آبجیم هم همینجوریه، زنگ میزنن با هم حرف میزنن چه خبر چی کار میکنین کاروبار چطوره مثلا حال و احوالت چطوره ردیفی، اگه حالتون خوب نیست مثلا پاشین بیاین یه هفته بندر حال و هواتون عوض شه بریم دور بزنیم و اینا. زنگ مدلیه خب از خانواده ساپورتیو داشتن آره خیلی خیلی شانس. یعنی مثلا من خودم شانسو داشتم، یعنی هیچ مثلا هر کاری که می‌خواستم من حالا برام شکر تو کلامت هر دو طرف بود، یعنی هم خانواده خودم هم خانواده پارتنرم اینجوری بود. خب بلیتت برده دیگه ناکو، تو یه بار باید یه بار باید شانس بیاری که خانواده خودت ساپورتی باشه، که مثلا تو پروسه کاری خودت پروسه باشه، بعد به یه جا که میرسی خب عاشق یکی میشی، حالا باید با دو نفر دیگه با خانواده شاید بیشتر باشن و اینا با خانواده اون آدما باید کنار بیای، اونم دیگه خوب باشه، یعنی دیگه واقعا آره چیز باحالی بود برام این قضیه. تو دهن کارگردان تو فکر کنم سرویس میکنی، ولی سرویس خوب، چون چرا؟ میفهمی تصویر رو. من... ما اومدیم نشستیم اینجا میخواستیم این دوربینا رو ستاپ کنیم اون پرسنه است. خب اصلا داشتیم اونجا اصلا با متین اومدیم، من اون دوربینا رو گوشم گفت اف چنده، گفتم مثلا یک گوشم خو یک و چهار که مسئله ای نداره، ایزوشو میذاری رو 200 مگه تو رپر نیستی؟ من همه بچه‌ها رو سرویس کردم سر این قضیه، بچه‌های میکس بگیر
توی آهنگا، بعد دیگه عادت میکنه. خب نه آره راه افتادی قشنگ توش. آره یعنی منظورم اینه قشنگ من حاجی توی انتخاب لنزای موزیک ویدیو هم دخالت میکنم همیشه. خب حالا من کارگردان نبودم ولی فکر کنم تعهدش دخالت... کارگردانه یه ذره راحت. نه خب این مدلیه که میپرسم ازش چی میخوای استفاده کنی برای این. به نظر من شاید اگه هزینه‌مون میره بالاتر و این بهتر میکنه تصویرمونو بیا اینو بگیریم. یعنی به خاطر جیب من نیا این کارو بکن. آره ولی خوبه که واقعا سرش. آره هم میکس هم تصویرم این مدلی و تو توی کاورام همینا. اکثر کاورای آهنگا ایده خودمه، ایده اولیه ویژوالی که میدونی واقعا خیلی. آره. ولی گفتم بگم که تجربه همکاری با رضا صادقی چجوری بود؟ خیلی باحال و عجیب بود. خب تو الان یه رپر مجاز حساب میشی؟ نه. خب آقا من یه سوال دارم از شما. منی اسمش ارسی رو میدونی یعنی چی؟ به آره یا نه؟ نه. یعنی معتاد. چجوری وزارت ارشاد میاد به کسی که اسمش معنی اسمش میشه معتاد مجوز میده؟ خب من تو ای اف ام هم نمیدونم یعنی چی ولی شد آرمین زارعی. خب من مگه شدم مهدی جعفرپور؟ خب نه منظور همینه. ببین من سوالی که برای مخاطب به وجود میاد اینه که مثلا رضا صادقی فیت چرسیه. خب میدونم رضا صادقی مجازه، مگه یه خواننده مجاز میتونه با یه خواننده غیر مجاز همکاری داشته باشه؟ مجاز بمونه. ولی این مدلیه دیگه، نمیدونم چجوری بابا. یعنی... من فکر کنم هم توبیخم شد سر اون کار، چون اصلا دقت کنی کار من با رضا صادقی نیست، کار رضا صادقی با منه. یعنی مین آرتیست رضا صادقیه و چرسی فیچر آرتیسته. ولی کلا یه سری راجع به رضا صادقی هست اینکه همیشه ساپورتی بوده، یعنی رپ رپرها آره، همه باهاش. آره این مدلی هم هست کنسرت مثلا. ببین زمین تا آسمونه یعنی وچه‌ای که شما میبینین ازش و من باهاش دارم، چون منو مثلا همشهری که حساب میشیم هیچ رفاقت مثلا از 6-7 ساله منو داداش رضا صادقی هیچ بذار کنار، باز ما فکر کنم فامیل دور هم میشیم. یعنی این مدلی که اصلا شما وچه‌ای که از رضا صادقی میبینیم با وچه‌ای که من چرسی میبینم ازش زمین تا آسمون فرق میکنه. خب بعد این مدلی بود که خب من یه کاری میخوام بکنم که نقد کنم یه سری چیز توی این مملکت رو و یه رپر لازم دارم برای این قضیه که کنار من حرفشو به کرسی بشونه. خب و حالا من میتونم با 1001 رپر کار کنم اینجا، اوکی، و آپشنش هم داشت، رفیقم داره، آدم کانکشنش هم داره. یعنی قبلا هم کردم اصلا فکر کنم با یاس ترک داره، میدونستی اینو؟ نه خیلی قدیمیه چیزی که دارم میگم. واقعا؟ آره آره با یاس یه دونه ترک داره ولی یه ذره آنافیشال توریه ولی ریمیکس نیست، یعنی یه چیزیه که اصلا اون ورژن یاس توی ترک دیگه. آره تو یوتیوب اگه بزنی رضا صادقی و یاس میاره. گفتم پس عمرم چی میشه، گفتی هدر شد شب و روز وای دلم. من که به تو گفتم که خسته بود کوفتم، تو بیا دستم و بگی نزار رو زمین بیفتم. من یه عاشق شست رفتم که با دیدن تو شکفتم و شباره به یاد تو خفتم. مال زمانه خدا خیلی اون موقع یاس یه دونه 6 و 8 هم خونده بوده، اینقدر قدیمیه. اوه. با آمین یکی بود. آره آره من نمیدونستم. آره. اینو ولی خب بیا این یه دلیلی که خب اون بنده خدا اصلا رزومه و پیشینه. آره اینو داشته که با رپرها رابطه خوبی داشته. یه کنسرت تو تهران با 10,000 نفر، اولین کنسرت مجازت، هرچی هم مجاز؟ آره آره. یعنی چی؟ یعنی هرچی میخوای برو بخون. خب هرچی میخوای برو بخون مجاز نمیشه. خب نه حالا فانتزی سوال دیگه از یاد نکن. خب اون مدلی یا تو جنوب گمرون با 200 نفر، تهران 10,000 نفر، گمرون 200 نفر. نمیدونم اولین اجرام گمرون. خوبه اولین اجرام گمرون. خوبه اصلا این مدلی که الان همه دارن میگن تو همه این ریسکا رو کردی ولی توی شهر خودت نبود، یعنی یه دلچرکینی هم هستن ازم اسم میکنم که همه این ریسکا رو توی یه شهر دیگه کردی ولی از شهر خودت این مدلی نبود که این ریسکا رو بکنی. در صورتی که من مثلا چند سال پیشم به اسم یه فستیوال رفته بودم روی استیج، دو سه تا آهنگ خونده بودم تو گمرو 2300 نفره. آره اصلا کلا یه اداره اینی همیشه دارید، مثلا کاری که با سادنم کردی و همون گمرون یاد دادی واقعی باشم تو شهر، گمرون بزرگم کردی توی خلاف. چجوری میگم؟ میگم مثلا اصل خودت یادت نمیره، همیشه دوست داری از اونجا. چرا باید یادم بره؟ حالا خب خیلی یادشون میره دیگه، خیلی سری میرن رنگ عوض میکنن فلان اینا، ولی به نظر من این اتفاق اینجوری بود بعد الان میگفتم من تهرانیم. من اولی نه 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 نه
ببین لامبورگینی تو فرمان آقا چه خوبه. ببین تو جز اولین موزیک ویدیوهایی که من ازت دیدم این بود که یکی مثلا با مثلا لخ کنار بندر مثلا داره جنگ میدونی این یه چیزیه که خب تو باید از اون کامیونیتی باید بلند شی، از اون جا باید بلند شی و تو رو منحصر به فرد بکنه. تو تهران انگار اصلا تموم شده تو ذهن من مخاطب که دیگه یارو میخواد چیکار کنه، میخواد بره قهوه خونه ای با گنگ قهوه خونه ای باشه، خب دیدیم موزیک ویدیوشو، میخواد با قمه کشا باشه دیدیم، میدونی. ولی مثلا گمرون کسی نه، یا مثلا اگه از شمالیه و یه چیزی میومد که با هم شمال و جنوب اصلا شروع شد. اینا یه چیزایی بود که چون ندیده بودیم داشت جذاب میشد. میدونی بازی که بینشون میافتاد و اینا، اصلا های پر اپ فارسی اون موقع رو همین بود که از جنوب و شمال داره یه اتفاقی میافته، یه سری رنگ و بوی دیگه داریم میبینیم. بعد اولش هم یه جوری بود که همه با هم اوکی بودن، نه یعنی اون کسایی که مثلا نسل 4 و اینا هیچی بود، چون یه چیزی رو انگاشتن همه میسافتن اوکی بودن، بعد احساس کردن اگه با هم اوکی نباشن شاید باحال‌تر باشه، چون نمبر بیشتر شه. این نبود شاید دلیل جنبه، من میگم به خاطر نداشتن جنبه کافی این اتفاق شاید افتاد، به خاطر اینکه ما که سایدمون مشخصه، خب یه سری ها که با ما بدن سایدشون رو عوض کردن، مگر اونا هم توی ساید ما داشتن بازی میکردن منطقا بخوای حساب کنی. چون یه مسئلهی توی رپ فارس افتاد که نسل 4، موج نسل 4 شروع شد، خب کیا بودن؟ یه سری آدم انگوش شما، خب برای این که تو خودتو بکشی بالا وصل میکردی خودتو به این موجه که بیای بالا دیگه، که این بیشتر بشه و تو هم قاطی همون مخاطبایی که دارن به اینا توجه میکنن دیده بشی و حالا یه سری کارها هم انجام میدی. ولی یه سری ها از یه جا حالا رنگ عوض کردن یا با ما بودن خود واقعیشون بودن یا اکت هر چیزی عوض کردن یه بازیشون رو و این مدلی شد. مگر ما هیچ وقت با کسی بد نبودیم و بد نشدیم، همه با ما بد شدن، ما هنوزم هیچ مشکلی نداریم. تو داری مایی که دارم تو داری میگم جنبه میبینیش، من یه ذره مارکتینگ دیدمش، ولی شاید در راستای دیگه است. شاید چون من میگم آقا من به این جایگاه رسیدم، چرا؟ چون جنبهشو داشتم براش تلاش کردم، اونم به این جایگاه رسیده، به همین جایگاه و همین فیم رسیده، ولی با یه مدل دیگه. به نظر دلیلش چیه؟ خب تلاشش که یکی بوده، چرا این مدلی شده یا وچه عوض شده؟ نداشتن جنبه است دیگه. مگر اگه تو آدمی که عدد میخواد عوضت کنه که خب جای اشتباهی هستی، چون مارکت بالاخره یه جا تو رو قورت میده. اگه جنبه اون مبلغ، جنبه اون عدد ویو رو نداشته باشی یه جا به بعد قورتت میده، و اگه جنبهش رو داشته باشی خب یه جوری دیگه باش رفتار میکنی دیگه. الان قبول داری یه ذره رپ فارسی سوتوکوره؟ سوتوکوره آره. یعنی من میبینم دیگه، اصلا پادکست بچه ها رو میبینم، نمیدونم صحبت های بقیه رو میبینم، میشنن صحبت میکنن و اینا. و جالب توی مسافرت تهران من اگه 2 سال پیش بود فکر کنم مثلا من از 10 تا 15 تا ویدیویی که میمونم و بچه ها بگیرم شاید 8 تاشون رپر میشدن. خب تو تنها رپری، خب این سری مدلی بودم بزا از هر چیزی اینو. ولی گفتم حالا تو اومدی هر سوالی دارم و دیگه اینجا دارم میگم. ببین من ویدیوها رو که میبینم این مدلیه که میگن الان به یه چیزی مثل نسل 5، حالا من قبول ندارم اینو که به فاصله یه سال بعد نسل دیگه، یه موجی مثل نسل 4 نیازه که دوباره بیاد این هایپر رو درستش کنه. شاید، ولی الان زور یه ذره باز کم شده از بچه های مارکت، به خاطر اینکه خب یه سری ها رسیدن به استیجه و استیجه رو جدی گرفتن، یه سری ها هم هنوز تو موزیکه دارن خیلی جدی پیش میرن. و به نظر من الان رپ فارسی ضعف آلبوم خوب داره، میدونی؟ ضعف ترک خوب داره، نه ضعف آدم. میدونی ضعف تیست های مختلف رو ما الان داریم، خب ضعف پروداکت خوب و ترتمیز داریم الان همچنان بعد از این همه سال. به نظر من هنوز دلیلش اینه. و اون تایمی هم که تو داری میگی داغ شده بود، جو دیریل بود تو کل دنیا پیچیده بود از جمله ایران، که همه داشتن دیریل کار میکردن، حتی نسل یکی هاش هم اومدن کار کردن و جواب گرفت و داغ شده بود، همه داشتن خوب ویو میزدن، خوب پول در میآوردن. و الان این مدلی شده که نمیدونم چرا سوتوکوره واقعا. ولی اگه حتی به نظر من این مدلی باشه که به یه زور جدید نیاز داشته باشیم، به یه سری
آرتیستی که چه میدونم جا خالی ها رو پر کنن بیشتر، چون شبیه به اونا اگه بخواد بیاد خب اون آرتیسته جواب نمیگه. نه دیگه ببین کارش سخت‌تره. یه چیز دریل که از هیچیه و دریل اومد، یه همچین چیزی فکر کنم. ببین خب اینم بهت بگم، و من اون آتش اولیه فیممو دیگه الان ندارم که اینم هم میدونی، و یکم شلتر میشی، محافظه کارانه تر ترکمو جمع میکنم. برای چی؟ برای موندگار شدن. چرا؟ برای اینکه طولانی مدت تر باشم توی پلیلیست تو انوی. تو وقتی اولش اصلا یعنی نیستی تو مارکت، همه چی رو داری تست میکنی. آره. بدونی که بترسی. آره. خب بعد که به جا میرسی و برندر رو داری میسازی، میگی اوه پس الان اون کارو نکنم. خب اصلا نمیتونی اون کارو بکنی اگه همون رویه رو بخوای پیش بری، که خب چه فرقی داری با یه رپ کن؟ تو از یه رپ کن میای پا میگیری میشی آرتیست. خب از اون لحظه ای که تو آرتیست به حساب میای و پروفشنال داری کار میکنی، خب باید یه فرقی کنه کارات به نظر من. مگر نه خب چه کاریه، من میرم ترکای دو سال پیش تو گوش میدم اگه قراره همونا رو بشنوم همون مدلی کار کنی. که خیلی ها میگن دیگه، مثلا میگن ما فلانیه اون موقع رو میخواد تموم شد رفت، خدا خیرت بده. خب اون فلانیه رو من درک میکنم که او یارو اینجوریه که آقا. خب دیگه منم همینو دارم میگم، باید من میگم که من هم اول آرتیستی بودم که همه چی رو تست میکردم و هر چیزی رو جواب میداد نمیرفتم توی اون سوراخ. دوباره داشتم تست میکردم تا یه آرتیست مولتی ژانری باشم که همه توی همه ژانرایی که کار میکنم یه هیت ترک داشته باشم، و خدا رو شکر اینجوری شد. تو دیریدش هیت ترک دارم 52 روز که به یاد موندنیه. واسه پیشرفتن کردم تو که گفتم بهت یه روز میشم گنده، اما رد شدی از امانیش خند اونجا دیدم عشق بچگی جو. توی مثلا ترپش اوکی هست که به یاد موندنیه. دادم فرصت بهت فکری پی بچم جل دوستات بگو نخورن انقفش. توی هاوس و یه ذره مثلا اون مدلی با تو رو دارم با سروش که به یاد موندنیه. توی دریلش خیلی ترک هست که هیت دو هست، ماشالله هست، ساین هست، خیلی ترک هست. توی مثلا ترک های آرومش همون عرفته‌ای که بهت گفت، عرفته‌ای به قول تو اون ترک بندریه. توی ترپش باز همون ترک دام هست، خیلی ترک کشیدی پر توی مثلا یه ذره آلترنتیف تر. این خیلی ترک های این مدلی دارم که خدا رو شکر. یه نظریه بود، یه ویدیویی بود من گرفتم و بچه ها که صحبت شد توش، یه نظریه بود که سیگار هیچ جای دنیا تبلیغش رو بیلبورد نیست. آره. خب ولی میتونی بری بخری. آره. از سوپرمارکت. میگن آقا تو رپ فارسی انقدر راجب دراگ خوندن و فلان و اینا ناخودآگاه تبلیغ اون دراگ است. تو با این ایدئولوژی موافقی یا مخالفی؟ و این ادامه داره سوالم. ببین مثلا اصلا باید یه ناظر، منظورم چیز نیست دا مجوز، خب انگار باید یه نظارتی رو تکست یه آدم بشه بعد داره میاد بیرون که چی؟ مثلا هرچی از دهنش در میاد یهو به یه چیزی نگه به یه قومیت بر بخوره یا به فدرال. چون من دیدم مثلا دو سال پیش یهو یکی اومد به یه قومیتی یه چیزی گفت. خب یا میان مثلا یه چیزی رو مسخره میکنن. خب این اگه تو رپ باشه، یه سری ها میگن آقا رپ آزاده، هر چی میخوای باید توش بگی دیگه، اگه نگی که میشه مثلا ناظم مدرسه. یه سری ها میگن خب باشه دیگه هر چی رو نباید بگی. تو با کدوم این داستان اوکی؟ خب این برمیگرده به شخصیت تو، برمیگرده به اون مدلی که بزرگ شدی، میدونی، باز برمیگرده به اون مدلی که زندگی طی شده، شرایطی که توش بزرگ شدی به نظر من. یعنی این فیلترها رو به نظر شخص بنده با خودت بذاری روی کارت، میدونی؟ شاید چرسی 4 سال پیش هرچی از دهنش، 5 سال پیش هرچی از دهنش در میومد میگفت، ولی الان این مدلی نیست چون بزرگ شده. میدونی اگه قرار من مثل تایم 17 سالگیم که رپ میکردم، 19 سالگیم که جواب گرفتم، 20 سالگیم، 22 سالگیم داشتم پله ها رو میومدم بالا، اگه قرار مثل اون موقع رپ کنم که خب مخاطبان میتونم برن همون موقع رو گوش بدن که تازه حتی یه چیز جدیدتری هم داشتم ارائه میدادم، نه الان. حالا پارت اول سواله چی که بنظر اگه بخواد توی موزیک باشه، مسئولی در قبال اون چیزی که داری میگی، یا یعنی اینکه نه دیگه اگه مواد هم بخواد رپ برداری که ببین، خب خواه ناخواه ما مخاطبمون یه ذره رنج سنی پایین‌تری دارن، میدونی،
و سر همین قضیه به نظرم باید خودمون این فیلتره رو بذاریم که من اگه یه چیزی میگم راجع به دراگ، راجع به خودکشی، راجع به هر اتفاقی که قراره پیش بیاره توی جامعه اون آهنگ، اگه قراره این آهنگ اتفاقی بندازه توی ذهن تو، من مسئولشم. چون من خب ببین، موزیک این مدلیه که به نظر من یعنی باهاش خودتو درمان میکنی یا یه تایم خیلی زیاده زندگیتو پر میکنی. تو ناخودآگاه هم تاثیر میذاره. به ناخودآگاه تاثیر میذاره. خواه کلامم یه چیزیه که حتی من تصویرم شاید یه سری جاها تو ذهنتو نیاد، ولی یادت میاد، میگی این همون صدا هست که کشیدی پر و خونده بود. میدونی یه چیزی توی ذهنت میمونه از صدا، همیشه صدا موندگارتره به نسبت تصویر. برای همین بهت میگم من مسئولم بابت چیزی که میگم طبیعتا، ولی اینکه حالا چه اتفاقی داره توی جامعه هم میندازه توی اسکیل بزرگتر بخوای ببینی، به نظر من باید خودمون یه ذره کنترل کنیم خودمونو، چون تاثیر داره میذاره. چون من یه چیزی رو قبول یعنی میدونم، اینکه مثلا تو حتی تو رپ آمریکا هم که هر چی میشه ببینیم پشتش قایم میشیم میگیم تو آمریکا هم همه چی خفنه، که هم با این اونجا هم آرتیستشون رو میگن، اونجا هم کنسل میکنن طرفو، یه چیزی ندارن. بعد کنسل کردن اونها ما فرق داره، اون واقعا یارو میذاره زمین، طرف دیگه برندش بلند نمیشه. الان چند تا رپرن که دبیبی یکیش مثلا میاد به جامعه ال جی بی تی کیو کوشر میگه و میرن کلن کنسلش میکنن. الان یارو دو سال فقط داره فریستایل میده. آره اصلا کلن درآمدزایی شده یوتیوب. آره همه چیش به هم ریخته. میدونی؟ چون این یعنی اصلا یه ایدئولوژی که اشتباه، هر چی میشه میگی آقا تو آمریکا هم اینجوریه. نه تو تو هیچ جای دنیا اینجوری نیست. یعنی تو بخوای راجب آندرج حرف بزنی، راجب مواد صحبت کنی، راجب یه مسئله‌ای که به خانواده طرف مربوط میشه، طرف از موزیک میاد بیرون میگه خب من بابت این حرفی که شما زدی ازت شکایت دارم. تو تنهاییات چیز گوش میدی؟ مجاز فارسی؟ چه موزیک مجاز فارسی منظورت پاپ فارسیه؟ پاپ یا مثلا یه ذره دامبولیتور فلان؟ ببین ما توی اصلا دامبولی که گوش میدیم، منظورت توی مثلا بزن برقصمون که گوش میدیم؟ جنوبی نه، جنوبی تو کاتگوری دامبولی تو ذهنم نیست. اون که اصلا ترند، مثلا هیدو اصلا میگه نه خب دیگه چیزی مثلا ساسی منظورته؟ نه ساسی گوش نمیده، مجاز نیست. از اینایی که سر چهار را یارو صداش داره از اپتیما سفیده میاد؟ نه نه ببین پاپ گوش میدم ولی خیلی کم، مثلا گذری یهو مثلا رفتیم توی جمع نشستیم یا آخر هفته است، همه هم سلیقه هم متفاوته، من نمیتونم گیر بدم بگم عوض کن. خودت پلی نمیکنی؟ نه خودم پلی نمیکنم. چی گوش میدی بیشتر؟ ایرانی گوش میدی؟ نه موزیک بی کلام گوش میدم. من جدیدن من خیلی وقت گوش میدم، کلا روزمو میخوام شروع کنم این مدلی شروع میکنم که موزیک بی کلام باشه. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه من ناخودآگاه گوشم وقتی میشنوه ذهنم میره سمت اینکه خب من اون ملودی خوشم اومده توی ذهنم مونده، ناخودآگاه شبیه یه چیزی میسازم. آره میدونی. ولی اینکه نه کلا هم گوش ندم کس و شعر محضه، چون گوش میدم ناخودآگاه هم میشنوم. آخه تو وقتی توی مارکتی دارید فعالیت میکنی، باید به نظر اصلا بدونی بقیه همه آهنگای بچه‌ها رو میشنوم، از کوچیک تا بزرگ گوش میدم. ولی این که مثلا خیلی جدی بخوام اونو 10 بار پلی بدم، نه، به خاطر اینکه تاثیر میذاره. اینی که گفتی خیلی باحال بود. به نظرت یکی رو بگو که به حقش نرسیده، underrated کل رپ فارسی؟ نه رپ فارسی رو خب یه مجموعه در نظر بگیر که مثلا یه ایکس نامی، یه ایکس، یه بازه‌ای هستن که اونا دارن میترکونن الان و سر زبونان، برو سراغ اونی که باید لای اونا اسمش بیاد ولی نمیاد. قله رپ فارسی باید باشه، یا قله نه اون 10 تا اول باید باشه. به نظرم همه به حقشون میرسن. خب اگه در همون مسیر اون قضیه حرکت کنه، یعنی من اگه توی مسیر 10 تای برتر حرکت نکنم، وقتی نرسم میگم که حق به حقم نرسیدم. خب برسم میگم به حقم رسیدم. حالا این وسط من شاید یه جا کمکاری کردم، خودم نرسیدم، خودم یه جا شاید کمکاری کردم. من برادر من اگه الان اینجا وایسادم جلوی پاشای مجلسی دارم حرف میزنم،
من آدمی هم که یه بازه زمانی 6 ماهمو هفته یه دونه موزیک ویدیو تولید میکردم و الان واقعا انرژی موزیک ویدیو تولید کردن ندارم. خب الان دیگه الان گزیده تولید میکنی و خوب تولید میکنی. من خود تلفنم اونسری بهت. آره ولی حاجی میگم کسی که میخواد بیاد جزء اون دسته انقدر باید کار کنه. خب واقعا دهنت سرویس میشه بخوای برسی به اون جایگاه، چون آدم خوب زیاده، آرتیست خوب زیاده، اثر خوب زیاده، اثر با کوالیتی زیاده، و اینکه تو حتی یه میکس آهنگت شاید باعث این بشه که آهنگت نگیره. آره اینو قبول دارم. میدونی حتی یه اسنیر شاید به گوش مخاطب خوب نیاد، جنس اسنیر رو شاید عوض کنی، یهو مثلا آهنگت مثلا آره به جای اینکه 100 کی بخوره 1 میلیون بخوره. این اصلا یه چیزیه که مخاطب اون لحظه خودش نمیفهمه چی آهنگ داره بعدش میاد. آره ولی بعدش میاد. ولی آره تاثیر میذاره تو ذهنش. یهو حال نمیکنه با آهنگ. برای همین میگم تو اگه تلاش کنی برای اون جایگاه شاید دیر و زود داشته باشه، ولی سوخت و سوز نداره. ببین من چند وقت پیش 3 سال پیش یه دونه فیلم یه دونه مستند دیدم تو هنر تجربه به اسم زار. خب و من مریض این داستانم. خب زار برای کسی اینکه بیشتر تو توضیح بده زشته من توضیح بدم. خب ولی چرا زشته؟ خب تو چیزی که تو ذهنت رو بگو ببینم. زار از همون داستان زارگیری و اینا، یعنی بیشتر همون جنه، یعنی یه چیزی. همین راجع به مراسم زار بگم که راجع به این فرهنگ کلا من درگیرش که نبودم ندیدمم، ولی خب مستند و اینا دیدم راجبش و یه تجربه هم بوده تو زندگی. اون تایمی که قشم کار میکردم یه کلوب بود تقریبا، کلوب میگن آره دیگه، فیلم و اینا میفروختیم. آره بعد این مدلی بود که یکی از دوستم یه آهنگسازی بود که اومد بعد به من زنگ زد گفت که قشمی یه دونه خون مثلا سویت میتونی آمار بگیری، من آشنا ندارم اونجا، برام پیدا کنی که من با مامان اینا دارم میام. اومد یه این مدلی بود که با هم دیگه صحبت و فلان و اینا همه چی عادی. بعد هم ازش نپرسیدم چرا اومدی، یهو داشتیم با هم صحبت میکردیم من یکی دم در مغازه بودیم، یهو یه بنده خدای رفت تو من، یادم هم نیست چی گفتم. گفتم که قضاوت بیجا، یعنی نظر علکی گفتم که این فکر کنم چیزه، فکر کنم خلاف مثلا این فکر کنم مثلا خلافی چیزی میکنه اون فلان اینا دزدی مزدی میکنه. یهو اصلا به من چی یهو یکی نبود اون موقع به ما بگید. یهو دیدم این بنده خدا چی فکر کنم من با فاصله یه ذره کمتر از تو، یهو اینجوری شدم، یهو اینجوری. خب وایسا این تازه هیچی نیست، یهو من دارم با این تون صدا با تو حرف میزنم، یهو اینجوری کرد که نه کارش گازویده. بعد ببین من تعطیل بودم، زرد خوشکم زده بود جون پاشا، اینو چش تو چش دیدم و اونجا تازه من فهمیدم، من نمیدونستم طرف برای چی اومده، اینو داشتم به قبلش میگفتم، اینو دیدم و بعد طرف این مدلی بود که بعد از چند ثانیه یهو برگشت رو حالت عادی، گفت که برای کنترل این قضیه اومدم با یه بابازار یا مامانزار توی قشم هست که فقط اون میتونه کنترل کنه برام. یهو یه سری جاها زندگی رو ازم گرفته و اصلا کلن هم قضیهش اینه که یه سری روح سرگردون که یه دلبستگی به این دنیا دارن، از حالا باد، ما بهش میگیم باد، همون روح و فلان و اینا، میاد توی تن مثلا یه بنده خدایی، ما میگیم آقا طرف زار گرفته و وقتی زارش میاد بالا میگیم زارش اومده بالا. یه سری مثلا لفظای این مدلیه و حالا این زاره رو مثلا یه سری جاها انقدر مثلا قدرتمنده که مثلا کنترل تو رو کامل میگیره دستش و جای تو زندگی میکنه، یعنی تو زندگی نمیکنی و یه موکل یارو داره یه جوری. آره این مدلیه. خب و این قضیه یه چیز حالا ماور و طبیعه، هر چیزی تو به من بگی قبل از این که به چشم ببینم باور نداشتم، به چشم دیدم طرف اینجوری شد و رفتم پیش و یه جا یکی زد پس گوشم که بیخیال شد، بیخیال این قضیه شو، چون اگه پیگیرش باشی و درگیر این قضیه باشی احتمال داره خودت هم درگیرش بشی. حالا کات اسم آلبومشو گذاشت زار. آره بعد حالا نه اونجا که حاجی یه اتفاق عجیبی افتاد، من به رفیقم گفتم که آقا این قضیه اتفاق افتاد و اینجوری چرا به من نگفتی و فلان و اینا،
بعد گفت که چیزی نشد که. گفتم نه چه همین این بوده. بعد من حاجی دو روز خواب نداشتم بعد این قضیه. به مامان زنگ میزدم میگفتم که به فلانی، منم دو روز خواب ندارم، به فلانی که مثلا میشناسی زنگ بزن فلان اینا. عد یهو برگشت فردا به من گفت که از خانوادش میخواد بفرسته توی تنه، ولی تا تو اوکی نباشی این کارو نمیکنه. بعد ببین من سکته بودم، چون یه جایی بودم دور از خانوادم، دسترسی نداشتم، کسی رو نمیشناختم. یهو برگشتم به امید رفیقم زنگ زدم گفتم که آقا این مدلیه. بعد زنگ زد دایره گفت که آقا غلط کردی و یعنی چی فلان و اینا. بعد تا اینکه من دیگه اون بنده خدا رو ندیدم، من بنده خدا رو ندیدم دیگه. و این قضیه رو رفتم با مامانم در میون گذاشتم. مامانم گفت که آره تلاش کرده ولی نتونسته. مثل اینکه یه همچین اتفاقی افتاد و ریده بودم حاجی. بعد از اون قضیه دیگه من پیگیر این قضیه نشدم، از قش اومدم بیرون. گذشت تا چند وقت پیش که دنبال یه اسم، یه کانسپت برای آلبومم بودم و دیدم همین که خیلی ها نمیدونم برای یه سری علامت سواله و زار فکر میکنن منظور گریه است، یعنی اصلا تو نگاه اول آره. که اونو ندونه فکر میکنه زار زده آره. طرف. ولی این مدلیه که هم گفتم که نشون دادن یه پارتی از فرهنگ و کالچر جنوب. من رفتم کیش، اونجایی که لنجا اون وسط هست میرید، یه جای خیلی معروفیه اسمش نمیدونم کجاست. بعد همجور اونجا رفتیم، یه شنایی کردیم و رفتیم اونجا و بعد غذا آوردن و اینا. بعد سه چهار تا پسر بچه بود، عربا، محله عربا، محله عربا بود داره. سه چهار تا پسر بچه اومدن و همجور نشسته بودن و با هم دیگه میگفتن و اینا. من یهو خیلی پرو رفتم ازشون پرسیدم که آقا این ماجرایی که میگن جنوب مثلا قشم و اینا مثلا جنداره و اینا چیه؟ خب من خیلی دوست داشتم بدونم ریاکشنشون چه جوریه. یعنی مثلا بعد حالا نه اونقدرم بچه نبود که بترسه آره. یه ذره مثلا چهار میخندم به چی میگن آره اینا. خب گفتم مثلا اسکام میکنه چی؟ یهو دیدم خیلی جدی، یعنی اصلا اسکام نبود، یعنی میگم تو داری میگی تو نیست. گفتش که میخوای ببینی؟ بعد گفتم که نه فقط میخوام بدونم. گفتش که آره یه داستانی داره. اونم باز دوباره هم یادم یه اشاره به زار کرد و حالا با یه لحشه هم صحبت کرد، من دقیقا متوجه نشدم چی گفت، ولی فهمیدم این یه چیزیه که اصلا کالچر، یعنی بچه هم که یه بچه مثلا شاید 13-14 ساله است اونم دیگه این قضیه رو میدین، چیزی نیست که از بچه ها هم حتی بتونن قایم کنن دیگه. آفرین، یعنی یه چیز کاملا قابل لمسیه. تو یعنی اونجا زندگی کنی متوجه این قضیه خواه میشی و میدونی یعنی اون آدمایی که اون مدلین و انجام میدن یه جوری یه جور خاصین. حالا یه سری تعریف تو شاید مثلا متوجهش نشی خب، اما یه سری رفتارات طرف یهو نشون میده که تو ما متوجه میشیم که طرف زار داره. من اصلا از فیلم چیزم چیز شدم بیشتر سر این ماجرا. مانی حقیقی درست کرد و امیر جدید توش اجدا وارد میشود که اصلا اون داستان واقعی بود که میرن دقیقا میرن قشم آره. و ببین من یه بار رفتم خب و سنگینه لامصب. آره خیلی سنگینه و سر همینم هم هست حاجی. من کلن توی تایم آلبوم خیلی آدم افسرده میشم، همیشه توی تایم آلبوم سر دام هم اینجوری بودم. حالا همه فکر میکنم مثلا سر اینکه دام زار با دام هم وزنه من اومدم اینو گذاشتم، که نه واقعا این مدلی نبود. به خاطر اینکه تکسیلایی مثلا باشه آره نه اینجوری نبود اسم آلبوم این مدلی بر این وزن انتخاب کنم. خیلی اتفاقی پیش اومد که من تصمیم گرفتم مثلا آلبومو تو این راستا پیش ببرم، چون دلم میخواست امسالم یه آلبوم الپی بدم قبل از اینکه بخوام حالا یه سری تصمیمایی برای زندگیم داشتم. و این قضیه این مدلی برای من چرخید که آلبومم اسمشو میذارم زار و راجع به یه سری راهگذری راجع به یه سری از مسائلش توضیح میدم تو آلبوم، توی لیریکس حالا یه چیز با منظری شاید در بیاد. ویژوالی هم بهش فکر کنم فکر کردی حتما. آره و چیز باحالی در اومد. حاجی فکر میکنم که موندگارترین آلبوم توی کریرم باشه. ایوه. تو کلی کریرم، به خاطر اینکه هم صدمو گذاشتم واقعا، همین که حالا ترکایی که آماده است و برات یه تعدادی ماکت هست میذارم برات. متوجهش میشی اصلا چه مدلی هم. یه ایده اومد تو ذهنم، کاش میشد این کارو بکنی. خیلی خیلی سخته. من برای بگو ایده رو داشتم فکر کنم، فکر کن یه مستند طوری میتونستی درست کنی خب که خودت هستش بودی
خب اصلا داشتم همین کارو شوخی میکنی برای آلبوم که بعد میرفتی تو محیط یه سری از آدمایی که این مدلیان خود خیلی جدی نشسته بودی، اونا مثلا یه محلیه با هر کی در حق در حد مثلا 5 دقیقه مثلا ممکن بود یه بقالی داره ممکن بود مثلا همونجا ماهی فروشه فلانه، بعد این 5 دقیقه ها انگار داره یه اپیزودی به تو میده، مثلا میشه 10 تا اپیزود که هم داری کانسپت کلی زار توضیح میدی چیه. آره. هم یه مصاحبه با آدماست و هیچ کی توقع نداره یه رپری و بلنشه بره مثلا میدونی. آره. با یه سری آدمی که من اصلا من به یه سری منبعهای این قضیه هم سر این آلبوم وصل شدم. آره. که میتونم باهاشون صحبت کنم و چیزی که تو ذهنم بود من یه حالت فیلم کوتاهی تو ذهنم بود بسازم ولی دیدم به نسبت کوالیتی که دارم ساوند آلبومو در میارم اون در نمیاد. خب مستند خوبیش همینه. ولی اگه بخواد داکیومنتری تور باشه میتونه پایین آره. روی گوشی تو آره. بردا باش برو مستند ولی بعد اونجا هم کلا این مدلیه که تو نمیتونی واقعا این کارو بکنی. یعنی تو با طرف توی خونه‌ش حتی شاید باهات حرف نزنه راجع به این قضیه. چون به قول تو فضاش سنگینه. میدونی؟ توی جایی که مراسم زار رو انجام میدن، حالا قدیم من توی تیزری که از آلبوم اومد همون قهوه‌ایه کادر قهوه‌ایه اون وسطیه منم مولا آدم به خاطر این اثر باز هم بیشتر بشود، اما هنگامی که درد اینقدر زیاد بشود که دیگر نتواند بیشتر بشود سیاهان جنوب زارشان میگیرد. آره اون وسطیه منم توی یه بار یاد آره یه جای دیگه معلوم میشه بهت نشون میدم اونم یه جای دیگه معلوم میشه مغزت بعد مریض جدی هست مغزت جدی حالا این قضیه رو یکی عباس بهم ایدهشو داد که آقا اینو برو لب آب بگیر بعد یهو من اون نوازنده هایی که پشت من نوازنده های مراسم زارم واقعا بعد یکیشون برگشت بهم گفت که توی این قضیه کی ایده رو بهت داده؟ ایده خودت بوده و فلان اینا؟ به شوخی گفتن نه چطور؟ گفت که هر کی این ایده رو داده بهش بگو بره خودش رو نشون بده به مامانزار یا بابازاری. گفتم چرا؟ گفت مثلا 200 سال پیش 100 سال پیش مراسم زار لب آب بوده، من حاجی ریده بودم. گفتم بابا لاشیه چرا اینا داریم به من موقع تولید آلبوم میگین آخه؟ شت خیلی من رو خیلی چیز عجیبی اصلا. نه این خفنه و اصلا کسی هم نمیدونه. حالا میگم من کانسپت آلبومت صحبت نکردم، نمیدونم راجب چیه الان. مولا راجب من راجب زاره. خب همین میخواستم بپرسم فقط از اسمه تا یه حدی استفاده شده اشاره میشه یا تو طول آلبوم داره یه اشاره هایی کلا به این ماجرا؟ احتمالاً دو تا دیسک میشه آلبوم، یعنی چیزی که توی ذهنمه. والیوم وان والی آنا والیوم نه کلا یه آلبوم آره یه آلبوم دو تا دیسک دو تا چپتر داره، یعنی آلبوم توی روند پلی لیست که اول تا تقریبا اواسط آلبوم حتی بیشتر مثلا دو سوم آلبوم تو داری داستان رو دنبال میکنی، بعد از اون میاد روی ترک های یه ذره سبکتر. مگر نه توی کل خط آلبوم هست این قضیه، ولی یه سری جاها اشاره مستقیمه توی دیسک یکش، توی دیسک دوش، توی پارت اول آلبوم، توی پارت دوم آلبوم، ولی نه یه ذره فوکس کمتره که بتونه حالا اون ترک ها کمک بکنه به تبلیغ بیشتر این قضیه. میدونی؟ بذار راجب آلبوم صحبت شد یه انتقاد بهت بکنم جا. آلبوم دام یه بار یاد داشتیم تلفنی با هم صحبت میکنیم بهت گفتم تو کوالیتی تو ویدیو و کلا ویژوال مثلا الان دارم بهت میگم خیلی خفن، یعنی همه چی میدونم پرفکشنیستی، همه چی برات مهمه و اینا. من با تیزر دام مشکل داشتم، اینکه بچه ها سلفی گرفته بودن خب میگفتن دام. آها اون تیزر آلبوم نبود، یه جوری بود. آره. یعنی جوری بودم کاش... از عمد بود که خیلی بخواد خودمونی نشون بده ماجرا رو چون... از عمد بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این مدلیم که به تیزر سینمایی کسی توجهی نمیکنه. من 4 تا تیزر دادم برای اون آلبوم، تو همون یه دونه تو ذهنت مونده. چرا؟ به خاطر اینکه توجهتو میگیره و منم میخواستم توجهتو بگیرم برای آلبوم. خیلی قشنگ گفت. به کسچرترین حالت ممکن من کردم اون آلبومو تو چش همه با یه دونه تیزر سلفی، چون دیدم 4 تا تیزر سینماتیک دادم و اون تنها جایی بود که نمیخورد به همه تیزرهای آلبومم. ولی تو الان چیزی که از اون آلبوم تو چشت مونده تو ذهنت مونده اونه. اونهای یادمه ولی سر این یهو مثلا فوکس میکنی. آره. میدونی؟ توجهتو گرفتم همین.
صرفا برای جذب توجه، جلب توجه. آره شاید اگه آره دیگه صرفا برای این دید بود، مگرنه برای من مگه کاری داره بیام چهار تا کرده بودی اون کارو دیگه. دو تا سناریو داشت مثلا تیزرهای آلبوم. چیز اون پسر از کجا پیدا کرد؟ یعنی میشناختیش که عرفته با هم دیگه خونی؟ حسین بشیری. بشیری با محمد رضا دارش رضا صادقی کار میکرد. سبکش هم خیلی شبیه رضا، یعنی جنس صداش و اینا یه ذره حالت آره میخورد. آره تو جانش میخورد. بعد دیدم که داره باهاش کار میکنه، چند تا موزیک ساختن، یهو عرفته برام گذاشت، گفتم اینو من برمیدارم برای آلبوم. بعد یهو گفت که با ما برنامه ریختیم، گفتم به درک، من اینو میخوام برای آلبوم، خیلی خفنه. بعد گفت چی میخوای روش بخونی؟ همون شب نوشتم ورسو براش، رکورد گرفتم و این مدلی بود که انگار مثلا آیه اومده بود تو بیا یهو بگه من اینو میخوام. و تو آخه از کار کردن با کسایی که نونه ایم هم اصلا نترسید اون آلبوم و جالبه دقیقا. هنوز هم نمیترسید و میدونم، یعنی میگم جالبه که دوتا از ترک هایی که هیت شد دقیقا با کسایی بود که خیلی کرید، چون محسا هم دقیقا همینجور میدونم. محسا تو اینستاگرام البته خیلی ویدیوهای وایرال و اینا فکر کنم داشت. قبل از اون نداشت. نداشت؟ نه. بعد اون احتمالا دیدم. ولی همین... قبل از اون نه دیگه، ما اولین کاری که با محسا کردیم با تو بود. قبل از اون آره فکر کنم قبل از اون چیزی نداشت. میگم شاید احتمالاً شاید بعدش دیدم. نه اولیش هم یعنی حتی مهسا هم به من محمد رضا معرفی کرد. پشمات نمیزه. محمد رضا اینگاه مثلا استعدادیابه. اونم آچار فرانسه. آره حاجی محمد رضا مثلا مهسا رو پیدا کرده بود به من معرفی کرد، گفت این دختر خیلی سرش یونیکه. بعد دیگه مهسا رو باش دوتا ترک زدیم. با دوتا ترک، هر دوتا ترک هیت، با تو با سروش بود، قول با توی آلبوم. هر دوتا هم الان میلیونیه روی اسپاتیفای. پشمات نمیزه. دوتا ترک همکاری با رپ داره که هر دوتاش میلیونیه و خیلی خاصه واقعا. من تقریبا هر چی می‌خواستم گفتم و خیلی حال داد واقعا. من نفهمیدم چه چیزی گذشت. آره. یه چیزایی هم بود قبلش صحبت کردیم دوباره، چون واقعی نمیشه دیگه یه چیزایی رو حرف می‌زنی دوباره. چیز خاصی نبود. نه خاص نبود واقعا. آره صرفا بود. چون قبل اینکه من بشینم با بچه‌ها صحبت کنم میگم آقا نگو اصلا اینجوری نشستیم دیگه نگاه می‌کنیم تا دوربینو بذاریم، ولی یخ خورد. حرف زیاد زدیم. تو ما رو کاشتی. من یه ساعت اونجا منتظرت بودیم. با بدقول ترین رپر رپ فارسی اینجا طرفیم. بعد زنگ زده من میگه که چیزه چی؟ فهمیدی بعد قول کردی؟ فهمیدی بعد قولم یا نه؟ فهمیدی بعد قول کردی یا نه؟ بعد تو راه هم هنوز دوش میگرفت اصلا. آره اون که حاجی اصلا بازی من نمیدونم چرا بهت هم گفتم صبح وقتی دیر خواب بیدار میشم به هیچ کاریم نمیرسم. الان مثلا من شبم یه قرار دارم ببین اگه سر تایم رسیدم. نه میرسی الان واقعا جمعش بکنیم که برسیم. نه شب خب باش از الان دیگه برو که برسی بهش. شما میدونم اگه نمیتونی توانشو ندارم سرتان برسم. آخری حالات قربونه آجی. یه چیزی رو میخواستم بگم، واقعا دمت گرم. یه سری کانتنت های تولید میکنی خر نشی ها، حالا یه مو به تنت سیخ نشدم تعریف میکنم. اگه قراره این مدلی بشی تعریف نکنم. آقا اصلا کسی چیزی نه تو چشات خوندم یه لحظه. نه تو فکرت ضعیفه. من؟ آره راحت بلوف میخوری شاید. نه راحت بلوف میزنم. آها خب نه آخه اشتباه خوندی. چیو؟ نمیدونم هرچی کنم. داشتی خرزوق میشه. خب حالا بگو. حدقه زد یه لحظه. بگو حالا. دمت گرم واقعا خیلی کانتنت های والی درست میکنی. و اینکه تو هم خیلی نترسی توی ژانری که داری خودت پیش میری به نظر من. نمیدونم از شاید از اعتماد به نفسه. من کلا آدمی هم که اعتماد به نفس زیادی دارم. فکر کنم مشخصه. آره ولی کاذب نیست با حاله. نه کاذب نیست. نه اعتماد به نفس زیادی دارم. یعنی هر جایی که بتونم سر رشته داشته باشم این مدلی هم که بعد اینم شاید از بچگی بیاد. یعنی از تایم بچگیم که کار میکردم توی اجتماع شاید بیاد. ولی تو هم این مدلی حس میکنم. خیلی آدمی که اعتماد به نفس روی دوربین بهم اعتماد به نفس داشت داد قبلش یه جوری بود. خلاصه کلی دمت گرم که همچین کانتنتای میذارم. من واقعا تو بازم نشستم کاری ندارم تو خونه، پادکست ها و صحبت هایی که با بچه ها میذاری کلا کسب تجربه رو از آدم های مختلف دوست دارم. ولی خودم با آدم جدید خیلی نمیرم تو دانس، ولی دوست دارم بشنوم تجربه آدم ها رو. خیلی باحال برای من ارزش داره. اول اینکه میگی، یک دو اینکه میای با هم دیگه میشیم صحبت میکنیم، و سه اینکه کلا من این مدلی هم دوست دارم بشنوم قصه آدم ها رو و چی میگن مکالمه رو با هم دیگه ادامه بدیم. خب یعنی اینکه من شاید اگه یک سال پیش بری یه پادکست هم با یکی دیگه ببینی واقعا ضعیفه. اصلا نه کوتاه هم شاید نبوده، ولی مثلا انگار نمیفهم دارم چیکار میکنم. ولی الان یه ذره با اینکه
من فقط 3-4 تا تاپیک می‌نویسم که اوکی راجع به این می‌خوایم صحبت کنیم. خب ولی خیلی نمی‌شتم برنامه ریزی کنم. اصلا اونا هم خیلی به چش نمیاد. یعنی تو یه سری سوال توی ذهنت داری که همونا رو داری میاری. آره میاری تو اینا. ولی چیزی که دقیقاً خودم هم از یوتیوب خودم می‌خوام یکی اینه که هم مخاطبا به من با یکی دیگه از بچه‌ها اینو این حرفو داشتم می‌زدم. گفتم چقدر من یه نفره مگه چقدر حرف واسه گفتن دارم. خب می‌دونی آدمای مختلف میان و هم اون بازیشو دوست دارم، دوست پیدا کردنشو دوست دارم. اما خودمون ببین به خاطر سوشال مدیا با هم دیگه دوست شدیم و با هم در آره یعنی یکی از راه ارتباطمون همون بود و اینکه حالا این ادامه دار شده و با هم دیگه شدیم به خاطر اینکه اون به نظر من اون کمیستری میخورده. آره میدونی و واقعا دمت گرم مرسی روز اومدی بردونه. یا یه تشکر ویژه از ال کافه توی اینجا الان کجاست؟ کامرانی هستا ما... آره کامرانی جنوبی کامرانی جنوبی آره. میشه ال کافه بزنین توی آره. گوگل مپ میاره خیلی فضای والی دارن یه طبقه رو کامل در اختیار ما قرار آره. دادن و خلاصه که همین یه بار دمت گرم چاکرم.